به نام الله بخشاینده بخشایشگر بینندگان گرامی قدر تلویزیون آریانا علاقمندان برنامه چراغ هدایت سلام و درود باد بر شما خوبان آصف مصلی باز هم مهمان خانه های شما عزیزان هستم عناصر مسئولیت کدام است کسایی که مسئول هستند کدام عنصر ها را باید مد نظر بگیرند تا مسئولیت خود را به طریقه درست ادا کرده باشند ولو که استاد است، معلم هست، رئیس است، وزیر هست و یا هر فرد و یا هر شخصی که مسئولیت یک کار به او سپرده می شد انصارهای اساسی کدام است؟ توجه فرمایید و صحبت های مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن در همین مورد در رابطه به ای که آ... یک معذف یک معمور یک کارمند در هر اداره که باشه ما نمیگم که اداره دولتی باشه غیر دولتی باشه این طرف باشه آن طرف باشه خود در هر اداره وقتی وظیفه بر تو سپرده شو و وظیفه مشروع و روا هست یک امانت شد اگر تو در عرصه ادای ای امانت سهلنگاری میکنی به وجه احسن آن را انجام نمیدهی در وقتش انجام نمیدهی یا با کار و وظیفه تساهل و سهلنگاری میکنی این خیانتی هست که الله سبحانه و تعالی صراحتا از چنین خیانت منع کرده است به همین گونه امانت داری در انجام وظایف شامل این مسائل هم می شود که یک موظف و یا کارمن زمانی که بدانه که امر و رئیس گمان کردند و به ما بالاخره وظیفه را سپرد بعدا کوشش خدا کرد سعی خود انجام داد و اما کمال خود را توان و طاقت خود را در عرصه انجام وظایف مبذول داشت ولی با وجود آن قاصر آمد با وجود آن نتوانست با وجود آن بالاخره نتوانست که به وظیفه خود به وجه احسن رسیدگی بکنه در اینجا امانتداری باز این است که با ایمانداری و با رضا و رغبت وظیفه خود ترک بکنه ما داریم در دنیای معاصر بعض وزرا را بعض دو بعض رئیس های که واقعا حجر و مدر بالاش شهادت میده که در انجام وظایف خود قاصر است در انجام وظایف خود بالاخره پس مانده است ولی باز هم شله است باز هم قصور خود کمال میدانند این هم خیانتی است که در قبال وظیفه و در قبال ملت و مردم و در قبال دین انجام می شود همین گونه در رابطه به ادای امانات در عرصه وظایف علما می فرمایند که این هم امانت داری هست که وقتی که یک نفر کار خدا با وجه احسن انجام می دهد و سعی و تلاش خدا به کار می گیرد تا وظیفه را با وجه احسن انجام می دهد. بعد از او اگر وظیفه در ام وقتی که کارفرما از این خواسته بود از او که پیشتر انجام می شود مثلا یه در یک روز یک کارفرما برش میگه که اینی کار انجام بده که مدت 3 ساعت و یا 4 ساعت میگیره اما این آدم در اینجا موظف است تا 8 ساعت ره. 4 ساعتش در امو انجام وظیفه رفته که کارفرما میخواست که ای را در 8 ساعت انجام بده اما این زودتر انجام داده حالا کارفرما را در جریان قرار بده که من این کار زود انجام دادیم چهار ساعت دیگر من هم فالتو دارم چهار ساعت دیگر هم من بیکار هستم آیا کار بکنم بیکار بشنم خانه برم چی کنم همین چهار ساعت خود را باید ضایع نکنه و از چهار ساعت خود هم به وجه احسن استفاده بکنه تا باشد که هم موفقیت های دینی خود را بعد از بیاورد و هم موفقیت های دنیوی خود را و هم در آینده زندگی مرفع و زندگی آرام را بر خود تضمین کرده باشد و همچنان در این عرصه امو استعدادها و در این عرصه امو کمال خدا و در این عرصه امو طاقت خود را دیگه هم رشد بته تمرین بته که تا در آینده بهتر و خوبتر و مؤثرتر مصدر خدمت برای خود و خانواده و جامعه و دین خود شود و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات عزان خوب ما در بخش دوم حال هم حدیث نور را داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل ده مظلوم له او ویریګه ځکه چې د هغه د دعا او یا او خدای جل اعلی هیچ ترمنز هیڅ پرده نشته عف او گذشت چیست توجه فرمایین به ارشادات از استاد حبت الله ناقد در همین نور <متصفح> یک نکته از نظر دور نداشته باشیم بینندگان عزیز عفو یک پدیده اخلاقی توعم با عزت نفس است به این معنا کسی دستش برای گرفتن انتقام نمیرسه از لحاظ نیرو و توان فیزیکی کوتاه است کوتاهی خود عفو گذشت قلم داد میکنه این عفو گذشت نیست عفو و گذشت توام با داشتن قدرت انتقام است در صورتی که انسان قدرت توانایی انتقام گرفتن داشته باشه از طرف مقابل ولی با آن هم تنازل بکنه خشم خوده فرو ببره از عفو گذشت استفاده بکنه انتقام نگیره کینه هم نداشته باشه در آینده هم تصمیم انتقام گیری نداشته باشه ولی در کنار اینها در مقابل بدی که از جانب مقابل برای صورت گرفته نیکی بکنه این عفو میگن و این پدیده اخلاقی بسیار مثبت است از ابتدایی که بشر به تشکیل حیات گروهی در روی زمین پرداخته از بدو خلقت و آفرینش حضرت آدم علیه نبی نو علیه السلام و سلام تا امروزی که من و شما زندگی داریم هیچ کسی از صبر کردن پشیمان نشده هیچ کسی از عفو، و گذشت و تنازل و تبرو و بخشش و کرم و جود و سخاوت پشیمان نشده و هر کسی را که میبینین پشیمانی پشیمانی سرنوشتی محتوم زندگیش هست همیشه وقت در مسیر گذر زمان در روابط اجتماعی آدم های پشیمان شدن و آدم های به بدبختی گرفتار شدن که از عفو گذشت استفاده نکردن لذت همون کیفیت همون حسی نفسی و اخلاقی که در گذشت و در عفو و در تنازل و در بردباری هست در انتقام نیست قطعا هر کسی که به وارد انتقام وارد انتقام جویی شده و انتقام گرفته و عملی بالمثل انجام داده پاسخ بالمثل دندان شکن داده قطعا پنج پشیمان شده روزی حضرت عمر رضی الله عنه مشاور حضرت ابوبکر بود در دوران خلافتشون حضرت عمر میگه که به حضرت ابوبکر صدیق کسی دشنام میده و عبو بکر صدیق تبسم میکنه حضرت عمر براشفته میشه و به حضرت ابوبکر صدیق را میگه چرا در برابری رفتار و نامناسب و ناموزون و غیر اخلاقی این آدم گستاخ شما گذشت میکنین گذشت شما سبب میشه دیگران گستاخ شوند و جسارت حاصل بکنن و این زیانبار است برای یک جامعه به تربیت, تربیت،, اخلاقی یک جامعه آسیب میرسانه حضرت ابوبکر صدیق را به حضرت عمر میگه اگر من پاسخ بالمثل در برابر او نشان بدم پس تفاوت در میان من و او در چیست بگذار او در حد خودش باشد و من در حد خودم باشم بنابراین عفو گذشت و تنازل و تبرع و اغماز و تسامح و چشم پوشی نه تنهایی که نامطلوب نیست نه تنهایی که از شان و مردانگی ما چیزی را کم نمیکنه بلکه ما را در مسیر مطلوب راهنمایی میکنه که رضایت پروردگار است بنابراین پدیده های اخلاقی پدیده رعایت کردن پدیده های اخلاقی نیک با هم باز هم به با ما نکته اشاره میکنم تاثیرات مطلوبی خود داره و استفاده کردن موزا زشت استفاده کردن از اخلاق منفی رفتن به مسیر اخلاق غیر حمیده رفتن به طرف اخلاق سیعه و اخلاق بد تحصیلات نامطلوب و زیانبار خود در جامعه بشری داره عارف میگه که نسازد علم به اخلاق فخر مرد را ظاهر اگرچه درس گوین اگرچه درس گوید ظاهرا صد فخر رازی را نمونه های بسیار زیادی از پیامبران مربیان دوستان الهی ما داریم که چگونه در برابر ظلم و ستم دیگران از تواضع و بردباری و اخلاق استفاده کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طرف جامعه بدوی جاهل و مشرک عرب مورد تمام انواع شکنجه، بدرفتاری، ظلم و اخلاق نامطلوب قرار گرفت. روز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز می‌خوان، پوست شتر آوردن بر بالای در حالت سجده بر سر مبارک انداختند. با سنگریزه زدنش. آزار و اذیتش کردند. تصمیم کشتنش گرفتند. از وطنش از زادگاه اصلیش که مکه معظمه بود مجبور به هجرت ساختنش ولی وقتی که فاتحانه پیروزمندانه توان با عزت نفس با گردن افراشته وقتی که وارد مکه میشه مکه رفت هم میکنه صدا میکنه تمام کسانی که رفتار نامطلوب در برابر ما انجام داده بودن امروز مورد عفو قرار گرفتن هیچ کسی به کسی آسیب نمیرسانه بیشترین آسیب خانواده ابو سفیان به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسانده بود وقتی که پیامبر مکه را فتح کرد بیشترین ترسی که حاکم شده بود دلهره ای که در اونجا ایجاد شده بود بالای خانواده ابو سفیان بود همسر ابو سفیان همزه توسط وحشی کشت و جگرش بیرون کرد و او را خورد و ابو سفیان هم به عنوان زعیم و پیش قراول و پیشوای قریش ستم های زیادی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بود ولی صدا کرد خانواده ابو سفیان هم در امن هستند مشرکین مکه تعجب می کردن. انگشت حیرت بدندان می بردن که چگونه با اون همه ظلم و ستم بدرفتاری ها اهانت تحقیر توهین ها. محمد با این سعی صدر و با این سینه فراخ و با این آغوش باز از ما امروز میگذره و از سر جرایی را که ما مرتکب شده بودیم میگذره داستان موزیگیری اخلاقی یوسف صدیق علا نبی نا و علیه السلام, و السلام در برابر برادرانش مثال خوبی هست برای مسلمان ها حضرت یوسف از طرف برادرانش هیچ ظلم و ستمی نبود که در حقش روا نداشته باشند ولی وقتی که به عزت رسید از قهر چا به اوج عزت و جا رسید و برادرانش آمدن محتاج بودن دست سوال و طلب دراز کردن برایشان گنده مهم داد وقتی که معرفی هم شدن خجالت و سرفگنده بودن حضرت یوسف توانایی هر گونه انتقامی را که میخواست از اونها بکشه داشت اما نکرد تشکر که بیننده برنامه چراغ هدایت بودید در لحظات پایانی برنامه کنونی خود هستیم و در اخیر نعتی را داریم تا ای که باز هم در یکی دیگر از این برنامه ها در خدمت شما ایزان قرار می گیرم یک و یک شما را به الله یک تامش صلی و سلم دائما حبی بك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم مولا صل لي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقالين محمد سيد الكونين قيني من عرب ومن عجام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم هو الحبيب شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من اللغوان مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي دائما ابدا على حبيب خير خلق الله مولاي صلي دائما ابدا على حبيبك خير خلق الله كلهم، مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم، مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبي بك خير الخلق كلهم، ثم الرضا. بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل وسلم دائما هذا على حبيبك بك خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بال مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیلی سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که به چینل یوتیوب ما بپیوندید پس اینجا را فشار